افغانستان در مقابل اوکراین، بازی که هممون منتظرش بودیم و خیلی امیدوارم بودیم که افغانستان بتونه اوکراین شکست بده یا حداقل مساوی کنه که بتونه به عنوان تیم دوم صعود کنه به مرحله بعد. ولی اسمشو میتونید بدشانسی و حالا بد بازی کردن یا حالا هر چی بذارید. افغانستان امشب نتونست که از سد اوکراین عبور بکنه و اوکراین 4-1 افغانستان شکست داد. یه سری توضیحات بود که توی ویدیو من دادم، یعنی آخر ویدیو، که از توی یکی از وبسایت‌ها خوندم، اون وبسایت هم چرت و پرت نوشته بود و گفتن که بیام این توضیح رو توی این ویدیو بدم که کامل با هم دیگه بفهمیم که قراره چه اتفاقی بیفته. بازی افغانستان اوکراین هم رفتم کامل نشستم نگاه کردم کل بازیو. حالا شاید خیلی بنویسن که چرا کامل ویدیو رو آپلود نکردی، به خاطر قوانین بچا کپی رایت ویدیو کاملا پاک میشه، اگه من بخوام کامل آپلود کنم پاک میشه. بازی کاملا نگاه کردم و به نظر من آنالیزی که من کردم این بود که بچه افغانستان بد بازی نکرد، خب فقط تمرکز نداشت تو قسمت‌های مثلا دفاعی و حمله خودش، حمله‌های خوبی می‌کردن، دفاعشون هم بد نبود ولی تمرکز کامل نداشتن. مثلا گل چهارم افغانستان کاملا چرت و پرت بود، وسط زمین دروازه خالی بود زدن و واقعا اگه گل سومو نمی‌خوردن حداقل با تفاضل گل کمتر بازی رو واگذار می‌کردن. خب بچا تو ویدیو قبلی که آپلود کردم خلاص بازی گفتم که افغانستان قراره تو بازی بعدی خودش به مسافه هلند بره، ولی این در صورتی بود که افغانستان دوم می‌شد. ولی از اونجایی که افغانستان سوم شده، اول از همه که باید منتظر نتایج بقیه گروه‌ها باشه که بازی‌هاشون قراره تو تایی همین هفته اتفاق بیفته، باید منتظر این بازی ها باشه. اگه افغانستان بتونه با توجه به نتایج بازی های این هفته به عنوان تیم سوم گروه خودش بیاد بالا، بازی خیلی سختی بچه ها در پیش رو داره. اصلا تیمایی که جلوشن اصلا نگم، یا با پاراگوئه قراره بیفته یا با تیم برزیل. حالا با همدیگه میام توی یکی از این وبسایت ها کامل نگاه میکنیم که داستان چیه. توی یکی از این وبسایت های خبری گفته که صعود افغانستان به اما اگر کشیده و یه توضیحات کلی داده راجع به اینکه آقا شاگردان مجید مرتضایی با نتیجه 4-1 مغلوب حریف اروپایی شدن که اینو میدونیم. حالا اینجا شما میکنه بشه افغانستان با کسب 3 امتیاز و تفاضل گل منفی 2 در رده سوم گروه خودش قرار گرفته، با توجه به اینکه علاوه بر تیم‌های اول و دوم از بین 6 تا تیم که سوم شدن جواز در واقع صعود به یکشم نهایی کسب میکنه، که این خیلی مهمه. یعنی این تفاضل گل تو بازی بعدی خیلی مهمه که افغانستان آیا جزء این 4 تیم برتر میشه یا نه. از بین 6 تا گروه 4 تا تیم سوم میاد بالا و باید منتظر نتایج گروه اف و ای باشیم. حالا میریم گروه اف و ای رو با هم دیگه نگاه میکنیم. گروه دیو که اصلا بهتون نگم، قزاقستان 10 به نیوزلند زده، اسپانیا هم 8 به لیبی زده، اصلا سوراخ سوراخ بازی بوده. تو گروه اف ایران، فرانسه، گوانتاناما و ونزوئلا که ایران و فرانسه قرار تو بازی بعدشون برای کسب جایگاه اول برای با هم دیگه رقابت کنن، و گواتمالا در مقابل ونزوئلا هم قراره برای داستان جایگاه سوم با هم دیگه در واقع بازی بکنن. به احتمال خیلی زیاد بچا به احتمال 90% افغانستان جزء این 4 تیم برتر هست. پس بچه‌ها تا اینجا فهمیدید که باید منتظر نتایج گروه F و E باشیم. افغانستان با توجه به تفاضل گل امتیاز اینها جزء این 4 تیم برتر هست و امیدواریم تو بازی بعدیش هم در مقابل برزیل یا پاراگوئه بتونه درخشش خوبی داشته باشه. اگه اطلاعات جدیدی تونستم به دست بیارم حتما در اختیارتون میذارم بچه‌ها. افغانستان واقعا تو این دور از مسابقات خیلی خفن درخشید به عنوان یکی از تیمایی که هیچکس انتظارشو نداشت. میدونیم با سرمربی ایرانی خودش وارد بازی‌ها شد، به صورت شگفت انگیز تونست که تا اینجا خودشو نگه داره و امیدواریم این شانسی که قراره به افغانستان داده بشه افغانستان بتونه ازش استفاده بکنه. و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو بودین. گفتن که بیام ویدیو رو بگیرم که این اطلاعات مهمم بهتون بگم، که شاید خیلی الان نگران باشن که افغانستان باخت و دیگه هست شد، تموم شد همه چی. خواستم اینم بگم که هنوز یه کرسوی امید ریز اون گوشه هست و هممون در واقع دل بستیم به همون امیده. برید این خلاصه بازیشون در مقابل اوکراین ببینید و اونجا میبینمتون. دمتون گرم.